درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتنی. به نظر میرسه بعد از وارد شدن سپاه توی لیست سازمان های تروریستی همه چی توی این گروه بد جوری به هم ریخته. قبلا خبرنگاراشون با خودارضایی توی دفتر آبروریزی میکردن و حالا با نوشتن خبرهای عجیب و غریب. روزنامه جوان وابسته به سپاه مدعی شد که معترضین از عمد کاری میکردن تا دستگیر بشن. هدفشون هم از این کار این بوده که به دوست دخترشون پوز بدن. وضعیت فرمانده هاشون هم به مراتب از خبرنگاراشون بدتره. امروز محمد رضا نقدی، رئیس سابق بسیج و معاون فعلی هماهنگ کننده سپاه، مدعی شد زنان توی جمهوری اسلامی 2000 برابر پیشرفت کردن. ما الان همه خودمون رو بدهکار می‌دونیم در حوزه زنان. طلبکاریم. شما ها نتونستید زنان رو انقدر پیشرفت بدید که جمهوری اسلامی این کارو کرده. هنری که جمهوری اسلامی داشته همه کارهای زنان رو 100 برابر، 200 برابر، 500 برابر، 1000 برابر، 2000 برابر در خیلی از کارها پیشرفت کردن. 2000 برابر، نه 2000%. مدیر رسانه سابق تیم شهر خودرو فاش کرد که یکی از مربیای بسیجی فوتبال توی مشهد به صورت سریالی به بیش از 15 دانش آموز تجاوز کرده. تاری بخش نوشت والدین 15 نفر از بازیکنای یک باشگاه و مدرسه فوتبال در مشهد با مراجعه به حراست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی از یک باشگاه و مربی نماهای اون به خاطر تعرض به فرزندانشون شکایت کردند. این پرونده در دادستانی هم مفتوح شده. نکته قابل تأمل اینه که این تیم بدون مجوز در مسابقات لیگ مشهد و استان حضور داشته و خانواده ها بی خبر از همه جا اعتماد کردن و فرزندانشون رو ثبت نام کردن. حالا این وسط بگردید دنبال پرتقال فروش. کیمیا علیزاده تکواندوکار بانوی ایرانی هم با انتشار یه پست به کمپین اعطای وکالت به شاهزاده رضا پهلوی پیوست. کیمیا نوشت من کیمیا علیزاده برای گذار از جمهوری اسلامی و ایرانی آزاد به شاهزاده رضا پهلوی وکالت میدم. اما امروز با لو رفتن مکالمه بیسیمی فرماندهان فراجا مربوط به جنایت خانه اصفهان کاملا مشخص شد که عامل ترور چه کسی بوده و جمهوری اسلامی داره صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی رو کاملا بیگناه اعدام میکنه. بنا به اعلام مورد دو محمد این موضوعی که خانه اصفهان بوده ظاهرا گزارش دادن که یه زانتیای سفید رنگ بوده و مسلح بعد از خانه اصفهان ملک شهر هم یه پراید رو به رگبار بسته. اعلام کن که همکاران هوشیاری کامل داشته باشن چنانچه زانتیای سفید رنگ دیدن با احتیاط متوقفش کنن. محبت کن اعلام کن هوشیار باشن. بله دریافت شد. از زحمت بکشن زانتیا سفید رنگ اگر مشاهده کردم با احتیاط متوقف کنم. با احتیاط متوجه به موضوعی که در روزه 300 اجال استهزار دارن زانتیا سفید رنگ اگر به صورت مشکوک در سطح حوزه ها مشاهده کردم با احتیاط متوقف کنم. کاظم یک 19 جیم 583 ایران 13 ظاهرن پلاکی زانتیو همینه. ما هم اینجا بررسی شد توسط عوامل پاوا و این اوشیاری به شاید پلاک هم جعلی باشه. 19 جیم 583 ایران 13. آقای توجه بفرمایید خودرو زانتیا سفید 19 جیم 583 ایران 13 احتمالاً با این پلاک هست. پلاک هم احتمالاً جعلی. آقای دقت داشته باشن خودروهایی که با این پلاک مشاهده می‌کنن با احتیاط متوقف کنن. شماره پلاکی که اعلام کردن منتفی هستا. شماره پلاکی که اعلام کردن فاصله کاملا منتفی است. 19 جیم 583 ایران 13 منتفی. روی 19 جیم 583 ایران 13 موردش کاملا منتفی. مالک ارشاد یک یه دسته بار سوزش. مالک ارشاد یک بفرمایید.
اون چهار پا دونکیت سفید رو اطلاف اونا اطلاف اونا کردم. مورد 19 از این پانسر 83 ایران 13 منتفی آیی مدی نظرشون باشه. زانتیا با شماره 19 از این پانسر 83 موردش کاملا منتفی. مالک ارشاد یک منتیاز کلن منتفیش کنی متعلق به مالک یکه کلن منتفیش کنی. اون عوامل محمد هم همینطوری بگید بشون اعلام کردم به عوامل مورد دو محمد اعلام کردم که منتفی کنن 19 جیم 583 شونو مهمه منتفیش کن کاملا. شاکر یک کنیک سلام برو اومد موقعیت کنیک افغانیه بیاد به سمت نوبهار آمبولانس موقعیت اول نوبهار رو از سمت بهارستان هدایت بکنید موقعیت برای کنیک افغانی تا مسئول رو انتقال بده. دریافت کردید شاکر یک حضر اول نوبهار نوبهار ایستاده ای خودروی اورژانسا از سمت بهارستان غربی هدایت بکنید سر صحنه موقعیت فلکه نگهبانی نگهبان الان مؤثر مصروی من نمیبینم کدوم موقعیت بهارستان نکرده 371 داره مصروف شده 371 یا هم ولازی موقعیت هست اون موقعیت ما ازام شاکر یک بیاد به سمت خیابان اطلسی از سمت نوبهار شاکر یک مالک شاید چهار شاید چهار سنفتر یکم ماهی ازام کردیم به موقعیت بیمارستان در مونگاه بشکر الان موقعیت شما کجاست؟ موقعیت امام خمینی در هم به سیدان کاظمی یه در مونگاه هست ما اونجا ازام شدیم بله متشکرم یه دفعه مالکه یکی آور کریم مالک بفهمید عوامل شما میدان نگهبانی الان مشاهده نمیشن کجا هستن؟